ما رو میبینن اون فایل‌ها دسترسی ندارن به فایلایی که برای 11 نفر فرستادی. حداقل بگیم یه جوری هم بگید که صداتون رو بشنون توی ویدیو. مثلا اولین تجربه برایشون فرمیشن بکنم. نه فقط حسن اولی. هشت حسن اولی. حسن اولی گفته که What does that mean? مفهوم این جمله چیه؟ الان من دور این خط میکشم، این differential formulation منه، دور این هم خط میکشم، این هم variational formulation منه. variational formulation، differential formulation. حسن اولی میگه چی؟ میگه همیشه درجه مشتق تو variational formulation کمتر از درجه مشتق توی differential formulation. خب بپرسیم ببینیم هست یا نه. اینجا درجه مشتق چقدر تو differential formulation؟ دوه. اینجا درجه مشتق چقدر؟ یک. خب what would be the implication؟ پیامد ناشی از کاهش مشتق چیه؟ اگر چنانچه شما اینجا دنبال پاسخ تقریبی بگردید، یعنی ما خود مستقیماً معادله استنفورد رو تقریبگر بکنید، باید تابع تقریب شما هم خودش هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دومش وجود داشته باشه. ولی اینجا چی را یه تابع تقریب به خود بذاریم؟ اگر چنانچه از حضورتون اینجا بخوای بحث پیوستگی رو مطرح کنید، فقط کافی خود تابع پیوسته باشه. بچه ها اگر چنانچه شما اینجا برید تابع تقریبتون خطی بگیرید، چیزی گیرتون نمیاد، چون مشتق دومی صفر میشه. ولی اینجا میتونید تابع تقریبتون خطی بگیرید. روشنه؟ پس بنابراین حسن اول variational formulation این هست که ببینید یه موقع شما ببخشید داره دو نفرم خانم اصلا من اشکال نداره این مثال میزنم که همه مقدار تحریک بشن، میخواد خواستگاری کنید، اگر زنی دنبال مرد، اگر مردی دنبال زن، یه سری شرط میذارید، هرچی شرطاتون بیشتر باشه تعداد انتخاباتون چطوره؟ کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذاری؟ دو تا شرط میذاری، تعداد انتخاباتون کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذاری؟ یه شرط میذاری. اینجا با انتخابای بیشتری مواجه هستید تا اینجا. افتاد یا نیفتاد؟ خواهی من چلی دیگه بهتر از این مثال هم درستیم بذاریم. شما اینجا هم باید تابعتون هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دوم وجود داشته باشه. اینجا از یه تابع خطی نمیتونید برای تابع تقریب استفاده کنید، چون دوباره که از مشتق میگیرید میشه صفر. ولی اینجا اگر شما تابع تقریبتون خطی بگیرید میتونید. منتها ملاحظات دیگری هست که به شما اجازه تابع خطی گرفتن نمیده، ولی از منظر پیوستگی میتونید تابع تقریبتون رو خطی بگیرید. این میشه حسن اول گذر از differential formulation به variational formulation. پنج دقیقه دیگه من قضیه رو ختم میکنم. سرکار خانم مهندس صادقی حسن دوم. Conversion from differential formulation into variational formulation would help identifying the range of potential boundary conditions for which the differential formulation can be subjected to. منظور از این جمله چیه؟ خیلی مهمه. این جملات یه جملاتی هست که باید باز بشه. شما خودتون مشاهده دیگه یه عمری از اون گذشته میدونید که بعضی از مراجعی که نگاه میکنی هرچی یه جمله رو میخونید متوجه نمیشید چی چی میگه. یک بار براتون بازش بکنه. من مفهوم این جمله این هست که
شما موقعی که میرید استپ یکی که مشکل ندارید باهش که میاد در یک نابی وزنی ضرب میکنید و از سفتایل یا کل دامنه مصبات اینتگرال میگیرید، توی قدم دوم میاد از اینتگریشن بلوهات استفاده میکنید. حسن دوم میگه موقعی که میخواید از دیفرنشال فرمولیشن به دیفرنشال فرمولیشن گذر کنید یا به اینتگرال فرمولیشن گذر کنید روی کل دامنه مصباتی، در این اینتگریشن بای پارت گرفتن شما میتونید به شرایط مرزی بالقوه‌ای که میتونید تن در بدید دسترسی پیدا کنید. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که شما الان میگید اگر W خواهش کنم دقت بکنید، اگر چنانچه W همون وریشن فی باشه و به جایی که فی بهتون اسپسیفای شده باشه اسپسیفای نشده باشه، در چه وریشن صفر نیست، برای که شما این تکه رو صفر بکنید که من اونجا بازش کردم، اگر چنانچه وریشن فی در این صفر نبود، اگر وریشن فی در صفر هم صفر نبود و شما خواستید کار رو جلو ببرید، باید تکلیف رو روشن کنید. خب تکلیف این که نمیتونیم بگیم این پوزش کنیم که صفر بشه، باید بریم ببینیم اگر فیلم داده نشده پس چی به ما داده شده. لطفا دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اگر به ما فی در اکس و سه ال داده نشده پس باید یا شرط مزنون نوع دو باشه یا شرط مزنون نوع سه باشه. اگر شرط مزنون نوع دو باشه یعنی چی به ما داده شده؟ سکن یعنی سکن داره منی به ما داده شده. مثلا اگر هم در اکس مسای سه هم در اکس مسای ال توی مسئله توی اینجوری نمیتونه سکن داره به ما داده بشه. سکن داره به ما داده شده باشه یعنی دیفی به دی اکس در صفر و دیفی به دی اکس در یک به ما داده. اما بیاشون میذاریم. خب این یه پیامد دیگری هم داره، اون پیامده حتی از این مهمتر چست من علمانی که میخونم جمعش کنم این جلسه تمام کنیم تو ذهنتون این باشه که در گذر از دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن ما قادر هستیم شرایط مرزی بالقوه رو برای مسئله به دست بیاریم. اگر این W در A و W در C به ما داده نشده باشه باید اطلاعات در آن تو با این به ما بدن، اگر ندن نمیتونیم حل بکنیم، یعنی مسئله یونیک نیست جوابش. پیامد ناشی از دلیمیه کردن، تعیین کردن شرایط مرزی بالقوه برای مسئله این هست. میگم و میگم تفهیم میکنم بچه اگر شرایط مرزی ما از نوع دو یا سه